استفاده از تابع رنگ اوریج جهت رتبه بندی، همونطور که در جدول ملاحظه میکنید اینجا افراد رو بر حسب معدل داریم، با توجه به اینکه اینجا یه سری داده های تکراری وجود داره میخواییم ببینیم نتیجه اون در تابع رنگ اوریج چیه. اینجا جمشید نوابی معدل 20، رسول خادمیان هم اینجا معدل 20، من اینجا میام رسول خادمیان رو معدل 19 قرار میدم تا اینجا این دو نفر که رتبه دوم هستن هر دو معدل 19 داشته باشن. در این سلول کلیک چپ میکنی عملگر مساوی، اینجا تابع رنگ RAN بر روی FAX سمت چپ رنگ اوریج کلیک چپ میکنیم، نامبر این سلول رو انتخاب، ویرگول و رف رو از ما میخواد، این بازه رو انتخاب میکنیم، کلید تابعی F4 مطلق میکنیم تا در جا به جایی تغییر نکنیم، ویرگول و اینجا صفر رو انتخاب میکنیم، دهالت نزولی براکت رو میبندیم، کلید ترکیبی کنترل انتر، میگه آقای محمد احمدی رتبه ششم رو داره، کلیک راست کپی و در این سلول ها اون رو پیست میکنیم. ببینید چه اتفاقی افتاد برای این آقای امیر نوابی و رسول خادمیان که هر دو رتبه دوم بودن. اومد چیکار کرد اینجا؟ گفت این رتبه 2، این رو هم گفت رتبه 3، اومد میانگین اینها رو حساب کرد، میگه 2 به علاوه 3 میشه 5، 5 تقسیم بر 2 2.5، پس به آقای امیر نوابی و به آقای رسول خادمیان به هر دو رتبه 2.5 رو داد، نه 2 داریم نه 3، اگه ما راضی کنیم 1 داریم، 2.5، 2.5 و بعد 4 رو داریم، 5 رو داریم و 6. این اثریه که تابع رنگ اوریج برامون در حالتی که داده های تکراری داره برای ما میذاره. به عنوان مثال اگر این آقای بهرام سجادی 18.5 رو هم اینجا 19 قرار بدیم و کلید انتر رو بفشاریم، باز اومد اینم میگه رتبه 4، 4 با 3 میشه 7، 7 و 2 میشه 9، 9 تقسیم بر 3، چرا 3؟ چون 3 تا هست، 1 2 3، عدد 3 رو اینجا به ما میده.